سال ما با کار زیر سخت دیدی خانم پوران درخشنده معرفی شدیم به سینما نسل من نسل مظلومیه برعکس این که همه جا بهش میگن خشنه مقرور زیاده خواهه نسل من نسل مظلومیه تئاتر با تصویر تفاوت خیلی داره حالا اینجا آرزو جواب میده حالا اینجا میشه گفتش که آرزو خوبه شاید به خاطر همون دهه هفتاد بودنه و اینکه دهه هفتاد یه اصولا بزرگ فکر میکنه در واقع توی بازیگری هر چقدر که یاد بگیری و هر چقدر که دقت کنی و هر چقدر که مطالعه کنی و هر چقدر که تجربه کنی و خودتو تو چلنج های مختلف به. لاله مرزبان کجایی الان؟ سال پنج الان تو استدیو داریم زفت میکنیم خب سینما چطوره؟ کجای سینما ایستادی؟ خب امسال ما با کار زیر سخت دودی خانم پوران درخشنده معرفی شدیم به سینما و کارتی جشواره است و نتیجه اعلام نشده سخته این تصور اینکه تو تیتراج میخوره با معرفی لاله مرزوان سخت تصورش از یه بابتی از یه بابت دیگه اینکه وقتی اینقدر آماده بودی و همیشه اینو تصور کردی حالا فرصتش هنوز نرسیده بوده خب یه سختیش رو کمتر میکنه ولی آره حس خیلی خوبیه بهتر از اینی که از سختی بگیم حس خیلی شیرینیه از این شیرینیه یه خورده بر ما بیشتر میگی یه خورده اون حسه میخوایم باز کنی ببینی چه شیرینیش چطوریه آه. خب ببینید من فکر میکنم آدم واسه هر کاری که اشتیاق داشته باشه یعنی اشتیاق در واقع اگه به معنی نگاش کنیم که یعنی خواستن و نداشتن وقتی اشتیاق چیزی رو داشته باشی و وقتی به اون میرسی خب حس خیلی جذابی داره و وقتی مدت ها بابتش تلاش کرده باشی حالا یعنی یه موقع هم هست این اتفاق یه هایی میفته ولی نه وقتی خب تلاش کرده باشی و وقتی به اون مسئله میرسی خب یعنی فکر کنم توصیفش خیلی با کلمات سخت باشه <تص> خب چقدر فکر میکنی که به اون آرزوهایی که داری داری داشتی داری نزدیکتر میشی و آرزوهات دارم بزرگتر میشن چقدر فکر میکنم دارم نزدیک میشم خب امیدوارم که این استارت خیلی خوبی باشه برای من و برای تمام کسایی که امسال توی جشنواره از معرفی شدن اگه چهره جدیدی هست که هست میدونم که هست و فکر میکنم قدمی که برداشتم با خانم درخشنده و اینکه واقعا افتخار حضور رو دوربین ایشونو داشتم خب خیلی تجربه خوبی برای من بوده و امیدوارم که استارت خوبی هم باشه برای نزدیک شدن به تمام خواسته برامون دوست دارم از میدونم که خب چند تا تئاتر تا حالا کار کردی وقتی الان ازت میپرسم که چه تئاتر کار کردی اونقدر اسم میگی که من لابلای اسما گم میشم پس تئاتری بودی صحنه رو میشناسی و خب الان داری یه قدم جدی به اون چیزی که حالا تو ذهنت آرزوت هدفت نزدیکتر شدی تفاوت صحنه و جلوی دوربین بودن چی بود توش؟ چقدر فکر می... چقدر تصوری که داشتی درست بود؟ چقدر غلط؟ ببین تفاوت خیلی داره. یعنی تئاتر با تصویر تفاوت خیلی داره و هر کدومم به نظر من اصلا به صورت جدا شد نتیجه شما بازیگری و داری بازی میکنی ولی خب توی روندش خیلی متفاوته تو وقتی تئاتر کار میکنی هم حالت خوبه قبل از اینکه داری کار میکنی استرسات خیلی کمتره و وقتی خب جلوی نفس تا تماشاچی قرار میگیری و جلوش داری بازی میکنی خب کاملا یه حس دیگه ایه. و تازه اون موقع میفهمی که ای بابا من این همه تمرین کردم هیچی نیست من هنوز کم دارم برای اینکه صحبت کنم و برای اینکه این تماشاچی راضی از این بیرون از در بره بیرون و خب تو سینما اتفاقات یه خورده برعکس تو وقتی کار خودت تو توی تصویر روی پرده سینما میبینی قلب خیلی توی روند کلی شاید این اتفاق برات حس نشه چون به هر حال دوربینه یعنی مخاطب ما دوربینه توی هر مخاطبمون در اشل کلی مخاطب همیشه مردم من انتخاب میکنم. ولی خب تفاوت خیلی زیادی داره به نظر من و چیزی که توی تصویر خیلی سخت از تئاتر خب ما توی تئاتر یه, یه تایم می دو... یک ماه شش ماه هفت ماه هر چقدر وقت میذاریم و یه نقشی رو در واقع یه شخصیتی رو خلق میکنیم و اونو توی دو ساعت یه ساعت سه ساعت به مخاطب نشون میدیم و تمامش میره می و توی تصویر اتفاق سختی که میفته اینه که تو بتونی راکورد خودت رو حفظ کنی چون ممکنه اصلا یه چیزی که توی فیلمنامه آخر داستان شما اول بازی کنی بعد مجبوری خب این راکورد مدام و این خیلی کار سختیه توی تصویر به نظر من یکی این کاراش اینه قبلن... قبلش تصوری داشتی که ممکنه این اتفاق بیفته در رابطه با مثلا تصویر. خب آه ببین آه، تا حدودی فکر میکردم ولی من فکر میکردم خب خیلی نزدیک تر باشه بازیگری توی تاعت به تصویر ولی اینطوری نیست واقعا دو تا اصلا فیلد متفاوته فقط نتیجهش یکیه خب الان قش زیادی آدم های زیادی هستن که دوست دارن بازیگر بشن فکر میکنی که قرار چه اتفاقی بیافته این, این همه نسل جدیدی که دارن وارد میشن قرار اون وظیفه که رو دوششون داره سنگینی میکنه آدم ها میگن که خب اینا نسل جدیدن باید بهتر باشن زمونه عوض شده باید آپدیت تر باشن این وظیفه رو فکر میکنه میتونن این نسل جدید به نحو احسن انجام بدن و براورد کنن این انتظار رو انتظاری که مردم مخاطب دارن ببینید خب ما هر چقدر که داره زمان جلو میره با پیشرفت تکنولوژی فضای مجازی و و ما آدم باید سعی کنیم خطاهامون و اشتباهاتمون کمتر باشه حالا اینکه چطوری خطا و اشتباهاتمون کمتر باشه مستلزم راهیه که تو زندگی پیمودیم یعنی اینکه ما چه چیزهایی تو زندگی به عنوان یک انسان تجربه کردیم خب هر چقدر که دایره تجربه ما حالا ما داریم تو فیلد بازیگری صحبت میکنیم تو فیلد بازیگری بیشتر باشه هم از مطالعه جهانبینی، بینی دقت به تمامی اجزای زندگی یه شخص و و خیلی چیزهای متفاوت بیشتر باشه خب بلتب اون شخصیتی که ما خلق میکنیم به عنوان حالا شخصیتی که توی یک فیلم نامه هست خب قوی تره. خیلی بهتره پخته تره و خب مخاطب راحت تر اونو میپذیره ولی اینکه اگه بخوام بهتون بگم که توی در واقع تجربه شخصی من میگه که در واقع توی بازیگری هر چقدر که یاد بگیری و هر چقدر که دقت کنی و هر چقدر که مطالعه کنی و هر چقدر که تجربه کنی و خودتو تو چلنج های مختلف بندازی باز هم کمه حالا خودت فکر میکنی تا اینجاش موفق بودی؟ این همه این کارها رو انجام دادی؟ <applause> خب سوالتون رو من نمیتونم جواب بدم چرا نظر خودت باید بتونی جواب بدی تا بتونی؟ آه. آخه من کلا آدمی هم که هیچ وقت راضی نیستم <applause> و همیشه خدا اولین کسی که نقد میکنه منو خودمم تو هر کاری حالا چه فیلم تئاتر هم ببینم چه فیلم تو تصویر برم و خیلی نقد میکنم خودم و معمولا از خودم راضی نیستم ولی امیدوارم که تماشاچین تو این نباشه چون ما خودمون میدونیم که چی میتونیم باشیم و چرا نشده اون اتفاق نیفتاده به بهترین شکل ممکنش ولی خب من تمام تلاشمو کردم م. که اون چیزی که ارائه میدم بهترینم باشه حالا اینکه در اومده یا در نیومده رو من واگذار میکنم به شما اگه <applause> خب. این ناراضی بودن همیشگی به خاطر اون جاه طلبیه که نسلت داره میتونه یه برداشت خیلی خوب باشه از ناراضی بودن من از خودم و میتونه این باشه که من همیشه فکر میکنم ما جا داریم بهتر بشیم هر روز در هر جایگاهی که هستیم چه یه استار هستیم چه نیستیم چه استار یه زندگیم چه مادر یه فرزندی هستیم چه پدر تو هر جایگاهی که هستیم فکر ما همیشه میتونیم بهتر باشیم یعنی یه در واقع نویسنده معروفی میگفت زیباترین ها هنوز ساخته نشده زیباترین موسیقی ها هنوز ساخت نباخته نشده و زیباترین نقاشی هنوز کشیده نشده و این به این معنا نیست که ما کار خوب نداشتیم به این معناست که مرزی وجود نداره برای بهتر بودن <تص> و من سعی میکنم چون من فکر میکنم اگه که من بگم من از خودم راضیم و اوکی به بهترین خلق کردم فردای من در واقع ترمزی کشیده میشه که من بهتر نشم و شاید با نارضایتی خودم راه پیشرفتم و هموارتر میکنم کلا اصلا این تعریفه رو یعنی دوست داری خودت قبول داری که نسل جاه طلبیه برای اینکه به همه چی برسه نسل من نسل مظلومیه حالا برعکس این که همه جا بهش میگن خشنه نمیدونم مقرور زیاده خواهه نسل من نسل مظلومیه به خاطر اینکه تمام داده ها روزی بهش داده شد که قدرت پذیرشش رو نداشت شما فکر کنم ده شست حالا یا حالا باشید و روزی که شما فکر کنم ده ساله نه ساله بودی چیزی از این و نمیدونم فضای مجازی رو نسل من نسلی بود که زمانی داشت وجود شکل می گرفت که همه بهش حمله کردن و همه همه چی بهش دادن هم از آزادیایی که خونواده به خودشون داده نشده بود و اینا به نسل من دادن و نسل من موند با یک سری داده که هیچ شناختی ازش نداشت و قطعا یک چیز عجیب غریبی از توش ظاهر شد که همه میگن خب این دهه هفتادی چرا اینجوری خب اینجوری هم به خاطر اینکه شما بهش اینا رو دادی و البته من نمیخوام نقش فردو نسبت به موضوعات نادیده بگیرم بگم فرد نقشی نداره تو زندگیش نه جامعه تصمیم میگیره خونه تصمیم میگیره نه اینطوری نیست ولی اینکه یک بودی ما بخوایم قضاوت کنیم راجع به نسل دهه هفتاد که نسل بسیار روی مرز و خطرناکیه و امیدوارم که هر زودتر از لحاظ ساختاری یه اتفاقی برای نسل بیفته که هم حال خودشون خوب شه هم نسل‌های قبلیش و بدتری که قرار بیان ولی خب در واقع نقش خود فردم مهمه و نسل من نسلی بود که بهش یاد ندادن مطالعه کنه بهش یاد ندادن ببینه بشنوه بهش آزادی دادن آزادی که پروایی نداشت چارچوبی نداشت و هر کس دیگه شاید ده ای شاید دهه شست هم شاید اونا رو بشمیدن دهه پنجا اگه اون در واقع چیزا رو بشمیدن شاید همین میشد که دهه هفتاد شده و من دهه هفتادی دوستم دوست نه به خاطر اینکه دهه ای هفتادی هم به خاطر اینکه نسل مظلومیه تا الان نماینده تمام دهه هفتادی هایی هستی که جلوی دور رو برگرفتن بایتون این کار زن این خیلی جسارته نه من واقعا دلم میخواد به عنوان اینکه ب... یه حمایتی کنم از این دهه باشم و اینکه نماینده باشم و حرف بخوام بزنم نه واقعا بر من خیلی زوده ولی اگر بخوام توی جمله تعریف کنم نسلیه که نیاز به دیده شدن داره تو هر زمینه ای که هست حالا بازیگری میخواد بازیگر میخواد بشه مهندس هر چیزی نیاز به حمایت داره نیاز به کمک داره حمایت به این نیست که ما یه کارت آبر بانک بدیم به بچهمون و یه آیپد فلان سایز بخریم و یه ماشین فلان بندازیم زیر پاش حمایت به لحاظ اینه که شنیده بشه حرفاش دغدغه هاش شنیده بشه و پرداخت بشه به دغدغاش ولو اینکه اگر دغدغاش به نظر ما یک چیز بی ربطیه یا اصلا اشتباهه ولی من فکر میکنم دقدقه های دهه هفتاد باید برابرده بشه و خیلی اتفاقهای دیگه برای این دهه ای باید بیفته فکر میکنی که یه خورده باید نمیدونم چجوری بگم که درست یعنی در دارم به سوال فکر میکنم که اصلا سوال درستیه یا نه که داری میگه که نسل دهه هفتاد همیشه با یک سری از آزادی های مواجه شده روبرو شده که دهه های قبلی نداشتن با حجمه زیادی از تکنولوژی روبرو شده که بقیه نداشتن این نباید من با این مشکل دارم که مظلوم من مظلوم نیستن این دهه ببینید مز... تعریف ها الان گفتید که تعریفتون تو مظلومیته آره ببین فکر میکنم اصلا بچه های مظلومی نیستن خیلی راحت میتونن گیلیم خودشون عذاب بکشن بیرون و یه آدم مظلوم نمیتونه یه همچین کاری ببینه. به چه قیمتی؟ به چه بهایی؟ یه دختر 15 16 17 ساله ای که داره گیلیم خودش رو از آب میکشه بیرون اون وقت اینش نیست اون وقت اینه که با دوستاش بره بازی کنه بره کافی شاپ حالا مطالعهش رو کنه کار دیگه ای بکنه ده هفتاد زود بزرگ شده و بچگی نکرده خب من میگم و این درست نیست شاید تعریف ها از مظلومیت به اون مظلومیتی که آه یه نفر مثلا میاد و همه در حقش اچاف میکنن نمیتونه حقش رو بگیره نه من منظورم از اون مظلومیت این نیست تعریف من این نیست تعریف من اینه که هر آدمی در هر سنی باید اون کاری را انجام بده که زمانشه اگر یک فرزندی مثل کودکان کار خب شوشال بگی که کسی که میاد فال میفروشه دم چرا قرمز آدم مظلومی نیست چون میتونه پول در بیاره اما به نظر من اون شخص مظلومه چون اون نباید الان پول در بیاره و همینطور که تعریفم هم راجع به کودکان کار همینه تعریفم هم راجع به دهه 70 که مظلوم چرا باید از حق خودش اینطوری چرا باید درشگویی کنه چرا باید حرفایی بزنه که مالش نیست خب این نوع این چرا چون اون وقتش شد 40 سالش و وقتی شد 50 سالش اون موقع است که تازه میخواد حرفای کودکی رو بزنه اون موقع است که تازه میخواد فان کنه تازه میخواد کارایی بکنه که دیگه اون زمان باید نواش رو بزرگ کنه بچه‌هاش رو بزرگ کنه و اون ساختار کودکی در اون وجود شکل نگرفته و مظلومیت من از این دیده منظره این درست شد نه هیچ وقت فکر نکردی یعنی آرزو نکردی که کاش که تو یک دهه دیگه به دنیا می به لحاظ سینمایی دارم میگم به لحاظ آها. جامعه نمیگم به لحاظ سینمایی دارم میگم خب آرزو کردن من فایده ای داره آره آدم ها آزه. آرزو میکنن خیال پردازی میکنن دوست دارم خب. بدونم سینمای کدوم ده را دوست داشتی من سینمای دهه هفتاد دو دوست داشتم و دوست دارم ولی آیا اینکه آرزو کنم که آیا دهه به دنیا اومده باشم نه فکر میکنم که آدم بهتر آرزوش خرج چیزایی کنه که میشه به واقعیت بپیونده ولی خب سینمای الان هم دوست دارم سینما ما تو همه دهه ها فیلم هایی داشتیم که واقعا شایسته بوده شاخص بوده و ارزشمند بوده حالا اینکه ان قسمت من بشه تو دهه 90 فیلمی رو بازی کنم خیلی <applause> هم عالی ما هم همین آرزو رو داریم مرسی محبوب ترین فیلم دهه 70 کدومه محبوب ترین فیلم ها خیلی خوبی بوده اون موقع ولی من فیلمی که خیلی دوست داشتم و تحصیلات مطمئن نیستم دقیقا دهه هفتاد یا لب مرز بود دقیقا مطمئن نیستم و من شورش خیلی دوست داشتم چه عجیب داره. من شورش خیلی با اینکه وقتی من این فیلم رو دیدم خیلی کوچیک بودم خیلی بچه بودم و دیگه هم قسمت نشد اون فیلم دوباره برم. و من خیلی فیلم دوست داشتم چرا یعنی میخوام بدونم چی شد دوست داشتی؟ شاید به خاطر همون دهه هفتاد بودن و اینکه که هفته یه اصولا بزرگ فکر میکنم <applause> و همون موقع کارتون دوست داشتم و این دوست داشتم <applause> آره شاید به خاطر این بوده البته شورش <applause> یه خورده فکر کنم که مثلا اواخر دهه هفتاد آره، و آره. اوائل هشتاد آره. میشد خیلی دقیق مطمئن نبودم چه سالی بود ولی ام. اون فیلمی که من خیلی دوست داشتم و میگم فیلم خیلی خوبی اون سال بوده ده سال دیگه جشواره دوره چلو و پنجام میشه لاله مرزبان کجا ایستاده؟ حالا اینجا آرزو جواب میده حالا اینجا میشه گفتش که آرزو خوبه راستش من اول یه چیزی بگم کلی آرزوم همیشه این بوده که هر کسی تو هر زمینه ای که هست اگر شایستگی هر چیزی رو داره حالا ده سال دیگه پنج سال دیگه واقعا تو اون جایگاه قرار بگیره چون ما خیلی آدم من تو زندگی میدم که خیلی شایسته بودم ولی چون تو بستر مناسبش قرار نگرفتن هدر رفتن اول آرزو رو میکنم که ده سال دیگه هر کسی که هر آرزوی داره واقعا بهش برست از تم... واقعاً از تمام وجودم اینو میگم اما برای خودم من بازیگری رو ابزاری انتخاب کردم برای اینکه خیلی حرفام و و خیلی از آمالهایی که دارم و بگم و همونطور که خیلی از فیلمایی دیدم که توی قلب من نقش بست و تأثیری توی آینده من داشت من هم هایی بازی کنم که توی ذهن مخاطب توی قلب یک آدم تاثیر بذاره و اون رو حالا از در واقع مسیری که داره شاید اشتباه میره به شاید اگه داره درست میره روی هم استیبل نگه داره و آرزوم همین آرزوم اینه که تا ده سال دیگه توی جشنواره کاری رو داشته باشم که نبض مخاطب رو بگیره یا حالا بگم قلبش رو به تپش بندازه یعنی سی مرغم میگیری تو این ده سال ان ایشالله که بگیرم ایشالله اگه شایستگی شو دارم و ایشالله اگه روزی کاری انجام دادم که در واقع مورد نظر داوران و مردم بود سیمارم بگیرم